عرض ادب و احترام خدمت شما همیانان عزیز و ارجمندم. مرغ ماهیخوار ماه را از وسط برکه به منقار گرفت، به گمانش ماهی است. سر شب عکس ماه افتاده توی برکه، مرغ ماهیخوار تصور میکنه که اون چی که صید کرده ماهی است. نسل ما مرغان ماهیخواری که واقعا ماه رو به جای ماهی صید می کردند، یعنی در ناممکن دنبال ممکن بودند و این غیر ممکن بود، در حالی که نسل امروز در ممکنات دنبال ممکن می کرد. ما دنبال مدینه فاضله بودیم، اوتوپیا، ناکجا آباد، در حالی که نسل امروز می خواد خیلی ساده شبیه بقیه ملت های زندگی بکنه که از رفاه و آزادی برخوردارن، همین طبق و سودایی بیشتری نداره. این تفاوت عمده است که بین نسل امروز و نسل گذشته وجود داره. همه ما دلون میخواد که شاهنامه رو در اختیار داشتیم که رستم در اون کشته نمیشد و نمیمرد. پهلوان بزرگ ایران زمین دکتر علی بهزادی، روزنامه‌نگار خیلی سرشناس معروف که سپید سیاه رو منتشر میکرد، واقعا یک شخصیت قابل که متاسفانه انقلاب او خیلی جفا کرد، مثل جفایی که به خیلی از بزرگان ما کرد و یا اونها رو دغمر کرد، یا اونها رو خانه نشین کرد، یا اونها رو توی سیاه چل انداخت، کاری کرد که اونها بگذرند از میهن برند به گوشه ای از این دنیا. البته هر جا که رفتن واقعا برای اونها فرش قرمز پهن کردند. خیلی اسباب تأثیری که ما باعث فرار بسیاری از مغزها شدیم. اون سیستم تفکر در ایران از کار افتاد، واقعا از کار افتاد با رفتن مجموعه شخصیت هایی که در شکل دادن به این منظومه اندیش و تفکر نقش اساسی داشتن. جای همه اونها در ایران امروز خالی است. جای همه اونها بروی دکتر بهزادی داستان کوتاهی داره درباره یه مردی که استخوانی است، معلومه اهل کتاب، عینک پنسی داره بر چشم خودش و وارد یک کتاب فروشی میشه و به کتاب فروش میگه من یک شاهنامه میخوام. کتاب فروش میگرده در قفسها، یک نسخه شاهنامه رو بیرون میکشه و میگذاره بر پیشخوان و میگه بفرمایید. او شروع میکنه با دقت شاهنامه رو ورق زدن، میرسه به یک صفحه و شروع میکنه صد تازه اون قسمت رو خوندن، میگه نه این رو شاهنامه ای نیست که من میخوام. کتاب فروش خیلی حیرت میکنه، شما چه شاهنامه ای؟ میگه این به هر حال اون شاهنامه نیست، بگرد شاید در شاهنامه دیگری من بتونم مطلوب خودم رو پیدا بکنم. یه نسخه شاهنامه دیگر در اختیارش میگذاره، مثلا نسخه آقای جلال خالقی مطلق، شاهنامه شناس بزرگ ما که سلام میکنم همینجا با او، اون هم ورق میزنه میگه نه اینم نیست. نسخه روسی هم که نمیپسنده، نه هیچ کدام از اینها اون شاهنامه مورد علاقه اون نیستن. شما دنبال چه شاهنامه ای هستی؟ من دنبال شاهنامه ای میگردم که تو چقاد نباشه. چقاد که برادر رستم، و همه ما میدونیم که چقاد باعث مرگ رستم شد. رستم و رخش هر دو رو به یک چاه هلا و البته در همون لحظات هم به دست رستم بخورد، با تیر رستم خود او هم کشته شد. او دنبال شاهنامه ای میگشت که توش چقاد نباشه. نسل ما معمولا همین گونه فکر میکرد، دنبال شاهنامه ای بود که رستم در اون زنده و پایدار بمونه، به قتل نرسه، کشته نشه، به چاه نیفته. و خب چنین شاهنامه هم وجود نداشت. و روی این تغییر و تحولی که در اندیشه و فکر نسل امروز رخ داده، مطمئنم که اسباب رستگاری ایران در آینده خواهد شد. اینا با ممکنات سر و کار داره. نسل ما معمولا معادله ای رو که در برابر میگذاشت همه مجهول بودن، معلومی وجود نداشت، همه مجهول بر پایه آرزوها، آرزوهای غیر عملی.
و بیشتر آرمانخواه. خب آرمانخواهی چیز بدی نیست، خیلی هم خوبه به نظر من. اگه بشر آرمانخواه نبود طبیعتاً به این همه خلاقیت و ابداع دست پیدا نمی‌کرد. ولی نسل ما در جستجوی آرمانهایی بود یا به آرمانهایی دل بسته بود که در اون روزگار، در اون شرایط و با اون واقعیاتی که بر جهان حاکم بود هیچ سنخیتی نداشت. امکان پدید آوردن چنین مدینه فاضله‌ای در اون روزگار نبود، امروز هم نیست، در آینده هم نخواهد بود، هیچ وقت نخواهد. به همین لحاظ بود اینها بالاخره رسیدن به اونجایی که حتی با شرایطی که همیشه سعی میکردن وارد عرصش نشن، یعنی با وضعیت، با موقعیتی سازش بکنن که بر اونها دلچسب نبود، ولی تن دادن، تن دادن حتی به یه نوع بی اخلاقی سیاسی و رضایت دادن به پدید آمدن نظامی که اصلا در اندیشه و تفکرشون هم جا نمی‌گیره. اونا همیشه با چنین نظام‌هایی ضدیت کرده بودن، ولی خب از سر ناچاری تن دادن به سازش با چنین منظومه و چنین نظام. بحثی داشتیم، گفتگوی داشتیم با آقای دکتر فرهنگ اولاکویی در همین زمینه و او تشریح کرد تفاوت بین سازش و سازگاری رو. و تعریف سازگاری هم اینه که هوشی که انسان به کار میاندازه برای اینکه بتونه خودش رو انطباق بده ما ماهیت و شرایط بقای خودش رو فراهم بکنه. سازش هم از مقوله دیگری است، هیچ ربطی به سازگاری نداره. سازش یعنی تن دادن به هر شرطی، حتی زیر پا نهادن اخلاق و تمام مبانیش. این تفاوت ها. خب در این چند هفته اخیر چندین نوبت هم صحبت کردیم درباره آرشیو ملی، حافظه ملی و این مسئله که چرا ایرانی ها این همه اشتباهات خودشون رو تکرار میکنن. چرا ما ایرانی ها عادت نداریم به حفظ شواهد، مدارک، اسناد و چیزهایی که به هر حال به شکلی با گذشته ما، تاریخ ما ارتباط پیدا میکنه؟ چرا باید بسیاری از آثار عتیقه، آثار گران قیمت تاریخی ما امروز در حراج های دنیا به فروش بره، نزد کلکسیونرهای متعدد باشه؟ چرا مثلا این عادت در فرانسه یا هست که همیشه مواظب باشن چیز رو از کف ندن، چیز رو از دست ندن؟ اون گارسیون صاحب قهوه خانه این که مثلا صورت حساب آقای ژان پل سارتر کنار میگذاره، میدونی که این دیگه ارزش تاریخی داره، این در واقع داره نوعی تعهد و مسئولیت اجتماعی خودش رو انجام میده، نوعی تعهد و مسئولیت. دیگه منتظر دولت نمیمونه، منتظر وزارت فرهنگ نیست، منتظر نمیشه که یه مأموری، هیئتی وارد رستوران بشن و بگن که صورت حساب آقای ژان پل سارتر بده، ما میخوایم بگذاریم توی پروندهش و در کارنامه. این تفاوت. البته همونطور که خدمتتون گفتم واقعا این مسئله که بین ما سنت شده، این بی‌اعتنایی کردن به مواردی از این دست، ممکنه حالا اخبار رو در هم بکشیم اما سریعا فراموش میکنیم. حالا چه اهمیت داره این خونه که متعلق به فلان شخصیت بزرگ بوده توسط دولت خراب بشه؟ چه اهمیت؟ ممکنه بله یه نیم ساعتی ما رو نگران بکنه، عصبی بکنه، خشمگین هم بکنه، اما بعد فراموش میکنیم. ما ناچار شدیم بارها بسیاری از اشتباهات تاریخ تکرار بکنیم. چرا؟ به خاطر که حافظه تاریخی را داریم. ما به حافظه خودمون که نمیتونیم اعتماد بکنیم. حافظه به مرور زمان ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره و به اصطلاح دچار فراموشی بشه. بارها پیش آمد. یه روزی روزگاری ناپلئون بناپارت اسمش لرزه بر اندام ملت‌های اروپا مینداخت. میدونستن اون شوخی نداره. چرا؟ چون عشق مفرطی به
کشورگشایی داشت، به چنگ انداختن و مایملک دیگران. اما به گفته یک نویسنده آلمانی که به نظر من خیلی جالبی هم میزنه، امروز اسم ناپلئون روی نوکونیاک که اروپایی ها ملت های 28 کشور اروپایی اون رو با لذت می نوشن و از خوردنش لذت می برن، برای اونها گواراست. نوعی کنیاک به نام کنیاک ناپلئون بوناپارت ساخت کارخانه کوروازیه. امانوئل کوروازیه در واقع بنیانگذار این کارخانه تولید شراب و کنیاک در منطقه برسی فرانسه، و میگن که ناپلئون عشق عظیمی به کنیاک کوروازیه داشت وقتی زنده بود، وقتی هم به تبعید رفت، با اینکه کوروازیه مثلا حدود 14-15 سال بعد از مرگ ناپلئون بنیانگذاری شد، ولی میگن وقتی ناپلئون زنده بود با خودش چندین بشکه از محصولات کوروازیه رو به سنت هلن برد، یعنی به همون جایی که تبعید شد. یه جزیره ایست در اون جنوب اقیانوس اطلس، اگه دقت بکنید درست اون ورش نقطه مقابل اون سوی آفریقا، یعنی در منطقه شرق آفریقا جزیره موریس قرار داشت که رضا شاه به اونجا تبعید شد. ناپلئون این سویه، یعنی در منطقه غرب زیر پای اقیانوس اطلس، در اونجا در جزیره سنتنه به تبعید رفت، و موقعی که به تبعید میره با خودش این بشکه های کنیاک رو برد. میگن به خاطر عشقی که او به کنیاک کوروازیه داشت، این مؤسسه، این به اصطلاح شرکت تولیدی، اسم یکی از محصولات خودش رو ناپلئون گذاشت. راست میگن اروپایی‌ها وحشت داشتن از اسم ناپلئون، میترسیدن از او، ناپلئون بوناپارت نامش لرزه بر اندام هر اروپایی مینداخت. اما همینا امروز کنیاک ناپلئون رو میخورن، به سازندش صد آفرین میگن. فراموش کرد، مرور زمانه، مرور زمان روی حافظه اثر میگذاره، بنابراین نمیشه به حافظه آدم ها و نسل ها اعتماد کرد. پس ما به چی احتیاج داریم؟ ما به یک منظومه، به یک سازمان احتیاج داریم، به یک تشکیلاتی که این مجموعه اسناد، مدارک، شواهد تاریخی رو در خودش جا بده، گردآوری بکنه و بعد جمع‌آوری اینها با تبدیل به اینو عادت بشه در بین ما. فرهنگ اعتبار دادن به اسناد و مدارک تا این گونه متاسفانه آثار باقی مانده از گذشته تاراج نشه و به بیرون از ایران فرستاده نشه. من سرنوشت یک کتاب رو امروز میخوام برای شما بگم، به نظرم خیلی آموزنده. سرنوشت یک اثر، کتابی است نام The Book of Thousands Judgment، کتاب هزار داوری، کتاب هزار داوری. این چه کتابی است؟ این کتاب بازمانده از دوران ساسانی است که به زبان انگلیسی ترجمه شده. در اون مجموعه اسناد و مدارک حقوقی دوران ساسانی جمع‌آوری شده. یعنی احکامی که قضات در اون زمان نسبت به پرونده‌های مختلف صادر کردند. پس معلوم میشه که در دوره ساسانی قوانینی وجود داشته. اینجوری نبوده که همه قدرت در اختیار شخص شاه باشه. نه، نظام ساسانی نظام قانونمند بوده، از جمله در امر قضا، از جمله در زمینه مسائل حقوقی. یعنی اگر کسی مشکلی داشته که از اتباع ایران مشکلی داشت، درگیری داشت با یک نفر، میتونست بره مراجعه بکنه به دستگاه قضا در اون زمان و شکایتی مطرح بکنه، شکایت بره تو دادگاه، قاضی رأی بده. بسیاری از احکامی که قضات در همون زمان صادر کردن به نسبت به اصطلاح صورت مسئله پرونده ها بود، بعضی صورت مسئله ها جدید بودن، نو بودن. در آمریکا هم همینه،
و یه اتفاقی میفته که پیش از این سابقه نداشته، در دستگاه قضایی مورد بررسی قرار بگیره یا دربارش حکمی صادر بشه، میان چیکار میکنن؟ حکم اولین قاضی رو ملاک قرار میدن. یعنی این حکم ثبت و ضبط میشه، بعدها اگر مورد مشابهی رخ داد یا پرونده مشابهی روی میزی قاضی قرار گرفت، او چیکار میکنه؟ مراجعه میکنه به گذشته، ببینه قاضی در گذشته نسبت به چنین پرونده‌ای چه حکمی رو صادر کرد. در زمان ساسانیان ایرانی‌ها این کار رو انجام میدن. خود این نشون دهنده توجه و دقت اونها بود در تنظیم آرشیو ملی و چقدر اهمیت میدادن به حافظه تاریخی. همین کار رو هخامنشیان هم انجام دادن. عرض کردم نگاه بکنید به کوه کمرهای ایران، نگاه بکنید به این مجموعه اطلاعاتی که روی کوه ها برای ما مونده، در این کتیبه ها، در این الواح. اینا همه نشون دهنده علاقه فرهنگ یک سرزمین بوده به حفظ میراث ها و انتقالش به آیندگان یا دادن گزارش به آیندگان که ما چگونه بودیم، به چه ارزش های باور داشتیم. و اینا به این ترتیب این ارزش ها رو به نسل های بعد انتقال میداد. خب ولی اگر جایی نباشه که این مجموع اسناد قرار بگیره، اگر قرار بشه یک نسلی اصلا گزارشی به نسل های بعد نده، طبیعتا تداوم تاریخی و فرهنگی از بین میره. این مداومت یک جای در هم میشکن، خیلی مهمه. متاسفانه در این 30 سال 30 اندی سال ما جفای بسیار کردیم به ایران و فرهنگش. یه عده‌ای که اصلا در صدد ایجاد انقطاع فرهنگی بودن، یعنی فکر میکردن که تازه تاریخ ایران از روز 22 بهمن شروع شده. امثال آقای علی لاریجانی اینا همین نظر رو داشتن. اون چی که در گذشته رخ داده به عقیده اونها نشان دهنده اصل توحش در بین ایرانی ها بوده. یعنی ایرانی های ملت وحشی بودن که معنای زندگی رو دریافتن کرده بودن. حالا ما آمدیم تا به اونها معنای زندگی رو یادآور بشیم، به اونها یاد بدیم زندگی واقعی و رستگار چیه در قالب یک نظام مذهبی. نگاه بکنید به مجموعه قضاوت های اونها درباره گذشته ایرانی ها. به همین لحاظه که این همه نسبت به گذشته ابراز دشمنی و خشم کردن، دشمنی، خشم و قهر. حتی سعی کردن که شخصیت های عمده و مهم گذشته رو که به شکلی هر کدام از اونها نماد تاریخ معاصر اینها بودن، اونا رو به شکلی از دایره زندگی حتی حذف بکنن. یعنی کار به اینجا رسیده بود، یعنی سعی میکردن یک جوری تمام آثار گذشته رو بریزن توی بشکه های تیزاب سلطانی، همه رو خمیر کنن و از بین ببرن، هم اسناد و هم آدم ها رو. پس این همه کشتارهایی که صورت گرفت به چه قصد بود؟ به قصد ایجاد انقطاع و اینکه گذشته خاکستره، حالا ما باید روی این خاکستر آینده رو معماری کنیم و مهندسی بکنیم. این بود هدف دیگه. بروی داشتم راجع به این کتاب هزار داوری، The Book of Thousand Judgment، با توش صحبت میکردم. عرض کردم که این کتابی است مربوط به دوره ساسانی. خب وقتی عرب به اینان حمله میکنن، بسیاری از آثار از بین میره، بسیاری از آثاری که به زبان پهلوی بودن یا حتی متون اوستایی که همه از بین رفتن، همه نابود شدن، اندکی از اونها باقی موند. ایرانی ها 2-3 قرن بعد به فکر افتادن، مثلا ایرانیان زرتشتی، که بیان اون آثار بازمانده رو هم جمع‌آوری کنن هم کپی کنن، یک جور اینا رو حفظ بکنن. اقداماتی در این زمینه صورت گرفت تا رسید به این دوران، این 2-3 قرن اخیر. یکی از کتاب هایی که از اون زمان بازمونده بود کتاب هزار داوری بود که مجموعه اسناد حقوقی بود مربوط به دوران ساسانی، در واقع لابوک، کتاب قانون و حقوق.
و داوری هایی که در اون زمان نسبت به پرونده های مختلف صورت گرفته بود. اسم 30-40 نفر آمده از چی؟ از مجموعه قضات و مفسران حقوق و قانون که بیشتر هم نگاه مذهبی داشتن به امر حقوقیاتون باشه. در اون زمان معبدها خیلی نیرومند و قدرتمند بودن در جامعه ایران و صاحب نفوذ. بهروی این کتاب فراموش میشه تا میرسیم به چی؟ به سال 1800 حدودن، مثلا 1830-40، همین صد و اندی سال پیش. یک دانشمند و محقق و پژوهشگر هندی میاد به ایران، اسمش انگلساریا، به نظر میاد که از پارسیان هند باشه، میاد به ایران. 20 برگ از این کتاب رو یک جایی پیدا میکنه به طور تصادفی، پول میده میخره، این رو از ایران بیرون میاره. این اثر یگانه که خودش نشانگر وضعیت حقوقی در دوره ساسانی است، خیلی هم کمک میکنه به شناخت بیشتر اون دوران. اطلاعات ما درباره اون دوران واقعا کم اندکه. اون چم که شنیدیم بیشتر از سوی دشمن ها بوده، قلم در کف دشمن بوده، هر چی که دلش خواسته درباره دوران ساسانی قبلا فرسایی کرده. اینی که واقعا جا داره یک بار دیگه چشمنداز عصر ساسانی توسط ما رصد بشه، نظاره بشه، ما باید تجدید نظر بکنیم در اون چی که تا به حال پیرامون دوران ساسانی نوشتیم. هر روزم اطلاعات تازه‌ای به دست میاد از اون دو. خب پس یک هندی میاد به ایران، احتمالا به نظر میرسه که پارسی هندی است، میاد 20 صفحه از یک کتابی که حدود 75 صفحه است پیدا میکنه، 20 صفحه شو میخره، با خودش از ایران خارج میکنه. تصمیم داشته این 20 صفحه رو ترجمه کنه، منتشر بکنه که چیه؟ به زبان پهلوی است. یک آدم دیگه، آدمی که اصلا ربطی به این آقا نداره، اصلا هاتاریا، اسمش هاتاریاست، اونم هندیست، از شهری به نام پونای. پونای هم در منطقه غرب هندوستانه، یکی از اولین شهرهایی که ایرانی ها بعد از فرار و از حمله عرب، ایرانی هایی که از ایران مهاجرت کردند و رفتن به سمت هند، بیشتر وارد این شهر شدن، این حوزه، این منطقه نزدیک بمبئیه که خیلی از ایرانیان پارسی در اونجا زندگی میکنن. یک شهر فکر بکنم پونای باید مثلا حدود 3 میلیون جمعیت داشته باشه. شهر قدیمی است با جاذبه های تاریخی فوق العاده. جاذبه های تاریخی فوق العاده که بخشش مربوط به خود ایرانی هاست، ایرانیان ما که اونجا رفتن. خب این آقای هاتاریا از پونای، اونم میاد به ایران. جالبه، اونم 50 صفحه از این اثر رو در یک جایی پیدا میکنه. 50 سال پول میده به دلال فروشنده آثار عتیق، اونها رو میخره، از ایران خارج کنه میاره به هند. دو نفر به طور جداگانه، یکی 20 صفحه از این اثر رو داره، یکی 50 صفحه. جالبه نیست؟ هر دو هم در فکرن که اون رو منتشر بکنن. یک آدم سومی به نام مودی، اونم اهل پونایه. این جالبه، اون بعد از چند سال، مثلا حدود 10 سال بعد از اینکه این 50 صفحه توسط هاتاریا خریداری میشه، به بهند برده میشه، تصمیم میگیره این 50 صفحه رو منتشر بکنه. همین کار رو میکنه، این اثر منتشر میشه. تو اینجا داشته باشی، سالها میگذره. یک خانمی است به نام آناهیت پریخانیان. خانم آناهیت پریخانیان یکی از دانشمندان بزرگ اتحاد جماهیر شوروی گذشته و یکی از مدرسان امروز در دانشگاه سن پترزبورگ، فکر میکنم عضو آکادمی علوم اتحاد شوروی هم بود اون زمان. کارهای جالبی درباره ایران گذشته کرده. اول خیلی وارد به زبانهای کهن ایرانی، بسیار آشنایی داره و
کارهای زیادی هم انجام داد. یکی از کارهایی که راستش من سالها پیش از او خوانده بودم ترجمه یک قباله بود، قباله ازدواج بین یک دختر خانم و یک آقا پسر ایرانی در که 600 سال بعد از حمله عراق، یعنی بعد از رفتن یزدگرد سپاه، این ازدواج در یک روستایی به نام ایزه در نزدیکی اهواز صورت برگزار میشه. قباله اون ازدواج رو این پریخان خانم آناهیت پریخانیا، دانشمند ارمنی، ارمنیون اصل، به زبان روسی منتشر کرد. اول نشون میداد خود این قباله که ایرانی ها تا 600 سال بعد از سقوط ساسانی ها هنوز به اون سلسله وفادار بودن، هنوز به نام خسرو پرویز مراسم عروسیشون برگزار میکردن، هنوز در این مراسم عروسی از یزدگرد یاد میشه و به یاد یزدگرد این مراسم صورت میگیره و دقیقا از با قوانین دوره ساسانی اینها با هم ازدواج میکنن. یکی از چیزهای خیلی جالب در این قباله که خانم آناهیت پریخانیان منتشر کرد، اون رو منتشر کرد، اینی که در این قباله ذکر میشه که عروس از این پس در نیمی از ثروت داماد سعید، هنوز هم در کشورهای مترقی دنیا آرزوی جامعه نسوانه با نوانه به چنین حقی برسند، هنوز دارن برای رسیدن به چنین حقی مبارزه میکنن. بکنید ابتدا به ساکت در همون اولین گام برای ازدواج دو نفر با هم میرن زیر یک سقف، یک شرکت 50-50 تشکیل میدن، داماد میپذیره که زندگیشو با عشقش سهیم 50-50. کجا نشین اشتراک دارید؟ در کدام کشور مترقی دنیا؟ بکنید در عصر ساسانی به چنین ترتیب دو نفر نسبت به هم متعهد میشدن و زیر یک سقف با هم زندگی میکرد. این رو خانم پریخان آناهیت خانم پریخانیان در فکر میکنم میبینم سال فکر کنم سالهای 70 بود، دهه 70 گذشته منتشر کرد که من اولین بار با نام ایشون از این طریق آشنا شدم. خود این قباله رو داریم، بیادم یه دفعه حتما بیشتر در بارش صحبت بکنیم، میطلبه یک برنامه رو اصلا اختصاص بدیم به این قباله. بروی داشتم راجع به کتابی چی صحبت میکنم، هزار داوری باشم. خب خانم آناهیت پریخانیان آمد و این اثر رو به زبان روسی ترجمه کرد. قوانین حقوقی دوره ساسانی رو. چند سال بعد یک خانم دیگری که استاد دانشگاه کلمبیا در ایالات متحده آمریکاست، اما او هم تبار ارمنی داره، خانم جروسیان، استاد تاریخ دانشگاه کلمبیا است، آمد این اثر رو از روسی به انگلیسی ترجمه کرد. یعنی کتاب خانم پریخانیان رو به زبان انگلیسی ترجمه کرد. در کجا؟ در ایالات متحده. خب سه تا هندی، آقای مودی، آقای انگساریا، آقای هاتاریا، الان پارسیان هند بودن، یکی خانم پریخانیان ارمنی، استاد دانشگاه سن پترزبورگ روسیه، یکی خانم جروسیان استاد دانشگاه کلمبیا. ما کجایی؟ ما چه سهمی داریم؟ کل این بازی داریم، در این روایت داریم، یا این سرنوشت این اثر داریم؟ ما که صاحب این اثریم که ساسانیان که یک سلسله و یک دودمان ایرانی است. ما این وسط چه کاره بودیم؟ فروشنده اثر رو فروختیم، یک جا 20 صفحه فروختیم، یک جا 50 صفحه. باز خدا پدر برخی از این خارجی ها رو بیامرزه که اونها بسیاری از آثار ما رو حفظ کردن و این کار رو صمیمانه انجام دادن، نه به خاطر ما، به خاطر احترامی که برای مدنیت و تمدن بشری قائلن و میدونن مادر تمدن ایرانی ها بودن،
و این امر مبالغه ای نیست، ما نمیخوایم چیزی رو گزافه گویی بکنیم. واقعیت اینه سهم ما در سرنوشت یک اثر به نام The Book of Thousand Judgment چیه؟ اینکه دلالی کردیم، دادیم، پولیش گرفتیم، کمک کردیم که این آثار از ایران بیرون بره. خدافظ شما.